درود بر دوستان، خوش اومدین به ویدیو دیگه. امروز چیزایی رو معرفی میکنم که ژاپنی ها اختراعشون کردن. یه سری هاشون رو خیلی استفاده میکنیم، ولی منم نمیدونستم که سخت ژاپنه. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع امروز، این کانال رو سابسکرایب کنید. تو این کانال ژاپن و زندگی در ژاپن و خودم رو بهتون معرفی میکنم. تازه یوتیوب شروع کردم و اگه این کانال رو فالو کنین و به خانواده و دوستانتون پیشنهاد کنین خیلی ممنون میشم. خب بریم سراغ موضوع امروز. این غذای مفیدیه که شما هم خوردین. کپ نودل. شرکت ژاپن نیشین اولین کپ نودل رو اختراع کرد. اولین کپ نودل نیشین کپ نودله. بنیان گذار نیشین وقتی که به آمریکا رفت و شروع به فروختن چیکن رامن کرد، دید خوردنش برای امریکایی سخته، چون روش استفاده از چاپستیک برات نبودن و با کاسه غذا نمیخوردن. اون به جای کاسه از لیوان کاغذی استفاده کرد و نودل رو انداخت و آب گرم ریخت و اونو با چنگال خوردن. از این تجربه ایده کپ نودل رو گرفت. قصد دارم دربارش ویدیو دیگه ای درست کنم، منتظر باشین. یه نوشیدنی هم از ژاپن اومده، قهوه سرد. البته خود قهوه سرد تقریبا سال 1840 تو آلجریا و فرانسه وجود داشت، ولی تو فرهنگ اروپایی و آمریکایی خوردن قهوه سرد نبود و اونا آب میریختن و مزش کم میشد، به خاطر همین رایج نشد. تو ژاپن تقریبا از سال 1890 قهوه سرد رونق پیدا کرد و به جای اینکه آب بریزن، قهوه رو تو بطری شیشه‌ای میریختن و اونو تو آب چرخ نگه میداشتن تا سرد شه. اینجوری قهوه سرد تو ژاپن رایج شد. کشورهای دیگه هم برای اینکه تابستونه هم قهوه بخرن، شروع به فروش قهوه سرد کردن. این تو ایران هم دیدم. این برای اینکه کوروها به طور امن راه برن سخت شد. اینو یک ژاپنی که اسمش میاکه سیچی است اختراع کرد. یک روز اون داشت از خیابون رد میشد، مرد کوری رو دید که خطر تهدیدش میکرد. ماشین ها به سرعت کنارش عبور میکردن و اون مرد به دلیل اینکه کور بود متوجه این خطرها نمیشد. همین امر باعث شد که میاکه سیچی به فکر ساخت این موزاییک ها بیفته. اون فکر کرد که موزاییک های با طرح خط بریل برای نابینیان بسازه. اولین موزاییک ها در سال 1967 نزدیک مدرسه نابینایان در اوکایاما نصب شد. این اختراع خیلی مفید بود، ولی ژاپن در اون دوره تمرکزش روی رشد و توسعه کشور بود و رفاه مردم اولویت اول نبود. علاوه بر اون، محصولات تقلبی بد هم وجود داشت که تنها اهداف تجاری رو دنبال میکردن و به فکر راحتی نابینایان نبودن. میاکه سیچی تلاش کرد مردم رو با این اختراع آشنا کنه و اهمیتش رو نشون بده و سعی کرد یک نوع استاندارد رو در سراسر ژاپن رایج کنه. ولی سال 1976 متاسفانه اون مریض شد و درگذشت و بالاخره سال 2001 این محصول با پروانه استاندارد JIS یعنی Japanese Industrial Standards در ژاپن همگیر شد. این ویدیو ادامه داره، پس این زنگ رو روشن کنین تا ادامهشو از دست ندید. سپاسگزارم که تا اینجا تماشا کردید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین، خواهش میکنم لایک بزنیم و منو فالو کنیم. اینستاگرام، توییتر، فیسبوک هم دارم، لطفاً چک کنیم. پس تو ویدیو بعد میبینمتون. خداحافظ.